کابینه حکومت وحدت ملی با اندک تغییرات به گونه رسمی به ولسی معرفی شد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی به همین منظور امروز به پارلمان رفت تا نامزد وزیران را معرفی کند. در این میان جای نامزد وزیر زراعت تاکنون خالی است. جیلانی پوپل نامزد وزیر مالیه به علت مشکلات شخصی و محمد یعقوب حیدری نامزد وزیر زراعت به علت مشکل حقوقی از نامزدیشان کنار رفتند. سخنگوی ریاست جمهوری می گوید که جای نامزد وزیر زراعت به زودی فرد دیگری معرفی خواهد شد. وزیر دولت در امور پارلمانی در هنگام معرفی کابینه اکلیل حکیمی را به حیث نامزد وزیر مالیه و عبدالرحمن صلاحی را به حیث نامزد وزیر انرژی و آب معرفی کرد. پیش از این محمود سیقل به حیث نامزد وزیر انرژی و آب معرفی شده بود. اکلیل حکیمی در پوست های موین سیاسی وزارت امور خارجه سفیر افغانستان در ایالات متحده امریکا، جاپان و چین کار کرده است. و عبدالرحمن صلاحی در بخش های گوناگون وزارت فواید کار کرده و اسوی رئیس اجرای معرفی شده است. کابینه به شما و مردم افغانستان پاسخ گوست. صلاحیت تصویب و رد کابینه از نماینده ملت است. ما کوشش اعظمی میکردیم کابینی به ارتان تقدیم شود که مورد تایید تان اما فیصله قانونی شرعی و اصولی از شماست برخورد های حزبی گروهی و سمتی یکی از چالش های بزرگ در برابر رأی اعتماد نامزد وزیران گفته می شوند برخی از اعضای ولسی جرگه در پایان نشست معرفی کابینه به گرفتن رأی اعتماد شماره از این نامزد وزیران شک دارند. تقریبا با 90 فیصد کاندید صاحب موافق هستم، 15 5 فیصد قسمان مخالف هستم، اما به اساس حالت ولسی جرگه که می که بعض از وکیل صاحب از دکتر سب عبدالله یا دکتر سب شمقنی مخالف هستند و در مخالفت با ایشان می که بعض از کاندیدها را رد کنند اگر نقش هایشان عملی شود شاید 50 از کاندیدا کامیاب 50 با این حال شبکه زنان افغان برای بهبود و وضعیت زنان در افغانستان از کابینه جدید خواستهایی دارد آرزوی ما و تقاضای ما از تمام کابینه افغانستان است که اونا حقوق زن و فعالیت‌هایشان را در قسمت حقوق زن و بخصوص بودجه های جنسیتی بسیار متمرکز بسازند و فعالیت‌های بسیار مسمر را به زن های افغانستان داشته باشند به گفته برخی از اعضای ولسی جرگه بیشتر از ده تن از این نامزد وزیران تابیت دوگانه دارند و تا کنون این موضوع در برابر رأی اعتماد نامزد وزیران چالش برانگیز است اما برخی دیگری از اعضای ولسی جرگه دوگانه نامزد وزیران را مشکل جدی نمیدانند جلال میرزاد تلویزیون آشنای صدا کابل